به نام خدای مهربان دوستان عزیز سلام امیدوار هستم با خانواده های عزیز و گرامیتان در کمال سلامتی و شادابی باشین ده هفته باز هم یک داستان کاملا نو برای شما تقدیم میکنم و مطمئن هستم که داستان خوشتان میایم نام این داستان بسیار زیبا و جذاب کاشانه بزبانو است. ای کتاب یا ای داستان علیشا برگر نشره کده و نگارگر ای داستان اولاد سنتی چاک است و استاد ناصر اوتکی ای کتاب از زبان انگلیسی به زبان فارسی بر کتابخانه درخت دانش و همه ای ما و شما برگردان کرده پیش چیزی که متن داستانه بخوانم یک کمکی برتان نقل میتونم د دا داستان قصه یک بزبانوس که وقتی که تابستان آمده و هوا بسیار گرم شده احساس شدید گرمی میکنه هر روز هوا گرمتر میشه و گرمتر میشه و بزبانو میخواهد که از شر گرمی کاشانه بر خودش بسازه خب حالا ما شما بریم داستانه بشنویم و بخوانیم و ببینیم که آیا بزبانو موفق میشه یا نمیشه و اصلاً قصه سر چی بود در یک بامداد هنگامی که بوزبانو در الافزار می چرید به این می اندیشید که چرا اوایل این سال هوا اینقدر گرم است بوزبانو به خودش گفت باید سایه پیدا کنم و از گرمای سوزان دور باشم او یک ساقه یک برگ بزرگ نیلوفر را به دندان گرفت و به زیرش پناه گزید اما به زودی برگ نیلوفر از شدت گرما پشمرده شد. بزبانو تلاش کرد که زیر برگ درخت کیله پناه بگیرد ولی خورشید پس از چاشت آنقدر سوزنده بود که برگ درخت کیله را هم پشمرده کرد. بزبانو سوی جنگل دوید تا پناگاه از شاخه های درخت برای خودش بسازد. اما وزش باد گرم تمام برگ ها را به زمین ریخته بود بزبانو چند تا رستایی را دید که برای خودشان کاشانه می سازند او به خودش گفت من باید یاد بگیرم که چگونه یک کاشانه استوار مثل کاشانه آنها بر خودم بسازم بزبانو پس از دیدن کاشانه ساختن رستاییان یاد گرفت که باید چی کارهایی برای ساخت و ساز کند او به جمعآوری شاخه ها و برگ های درختان آغاز کرد. او برگ های درختان کیله را جمع کرد. بوزبانو خفره های برای شاخه های درختان کند، سپس برگ های درختان کیله را بر روی شاخه های درختان پخش کرد و آنها را محکم به هم بست. او به سختی کار می کرد. و شدت گرما هم خیلی بیشتر از پیش شده بود. به مجردی که کار ساخت و ساز کاشانه بزبانو به فرجام رسید باد گرم به وزیدن آغاز کرد اما این بار باد نمی توانست برگ های درختان کیله را از جا بکند بزبانو به کاشانه اش داخل شد ها حالا دیگر هوا گرم نیست او به خودش گفت حالا وقت است که باید یک چرک بزنم سطح خانش این کتاب دوست و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می توانند با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع بازآموزشی و کتاب های قصه برای کودکان به سایت کتابخانه درخت دانش www.ddl.af مراجعه کنید.